فایل رو به طور مستقل دبل کلیک کنم و اون رو باز کنم در محیط، یعنی بیام از قسمت اوپن این کار رو انجام بدم، اتفاقی که میفته این هست که تمام پیشفرض های محیط من تغییر پیدا میکنه به پیشفرض محیطی که این صندلی توش تولید شده. به خاطر همین موقعی که ما با موتور منتال ری کار میکنیم و قصد داریم که با اون رندرگیری انجام بدیم، لازم هست که محیط اصلی خودمون رو حفظ کنیم و هر اون چیزی رو که میخوایم استفاده کنیم در داخل محیط مرج کنیم. حالا در چه صورت از گزینه ایمپورت، بخش ایمپورت استفاده میکنیم؟ در صورتی که فایلی که میخوایم وارد محیط کنیم نان نیتیو فایل فرمت باشه، به این مفهوم که پسوندی غیر از مکس داشته باشه. هر فایلی که پسوندی غیر از مکس داشته باشه اما به صورت یک مدل 3D آماده باشه، از قسمت ایمپورت وارد محیط میکنیم. من اولین محیط رو ریست میکنم و این بار میخوام برای شما یک فایل 3D آماده رو از قسمت ایمپورت وارد محیط کنم. همونطور که میدونید با ریست کردن کلیه گزینه ها به حالت پیشفرض ما برمیگرده که پیشفرض ما روی موتور منتال ری هست. با زدن گزینه ایمپورت، فولدر ایمپورت از زیرمجموعه 3D Max به طور پیشفرض برای ما باز میشه. من یک آبجکتی رو برای شما آماده کردم که پسوند این آبجکت 3DS هست. کلیه فایل های سه‌بعدی که شما به صورت آماده از محیط اینترنت دریافت میکنید، دانلود میکنید یا خرید انجام میدید با پسوند 3DS ذخیره میشن. فایل های 3DS فایل هایی هستن که یک سری مدلینگ انجام شده و خروجی 3DS از اونها گرفته شده و برای فروش یا برای دانلود در محیط اینترنت قرار داده میشن. من این آبجکت رو اوپن میزنم. پنجره ای که برای من باز میشه از من میپرسه که آیا میخوام آبجکت رو با این محیط مرج کنم یا اینکه به طور کامل جایگزین کنم، که قصد من مرج کردن هست. برای اینکه بخواید واحدها کانورت بشن این تیک رو فعال میکنید و در صورتی که بخواید واحدهاتون به همون واحد فایل اصلی باقی بمونن تیک رو نمیزنید. من اوکی رو کلیک میکنم. همونطور که میبینید مدلینگ آماده ای که ما از اینترنت گرفتیم اینجا روی محیط من ایمپورت شد. برای اینکه ببینم آیا واحدها مناسب هست یا نه، در تب هلپرز در قسمت کرییت گزینه ای دارم به اسم تیپ. از گزینه تیپ استفاده می کنم برای اینکه بخوام ابعاد این مدل رو اندازه بگیرم. به این صورت از تیپ استفاده می کنم. همونطور که می بینید اندازه رو برای من 425 سانتی‌متر نشون میده که حدود 4.5 متر هست. در صورتی که مدلینگ من همچین اندازه‌ای در محیط داشته باشه، من احتیاجی به دوباره ایمپورت کردن اون ندارم. اما در صورتی که اندازه مدلینگ از نظر من درست نباشه، من لازمه که مجدداً اون ایمپورت رو انجام بدم و این بار گزینه کانورس یونیت رو فعال کنم. در صورتی که شما مدلی رو ایمپورت کنید در محیط که قبلا با اون نام مدلی در محیط ایمپورت شده باشه، از شما میخواد که اسمش رو تغییر بدید و اگر تعداد اینها زیادتر باشه میتونید گزینه رینیم آل رو بزنید و اسم جدید رو خودش به طور اتوماتیک بهش میده. اینجا اوکی میکنم و برای کلیه قسمت های این مدل این تغییر رو از من میخواد، بنابراین گزینه رینیم آل رو میزنم و اوکی میکنم. همطور که میبینید مدل من ایمپورت شد. با جابجا کردن مدل جدید نگاه میکنم که دو مدل من از نظر اسکیل با هم تفاوت دارن. این بار باز دوباره با ابزار تیپ اندازه مدلم رو اندازه گیری میکنم. همطور که اینجا میبینید این بار ابعاد حدود 10 متر هست. پس شما با زدن گزینه کانورت یونیت اسکیل میتونید اسکیلتون رو اونجوری که مطابق میل شماست تنظیم بکنید. خب، ما مدلینگ آماده ای رو وارد محیط کردیم. وقتی که شما مدل رو وارد محیط میکنید، امکان داره که اون مدلینگ دارای تکسچر Thank you.
tải nhanh thường chờ nữa là được ba cái rồi nè. Em đi tải máy về là em được ba cái đi nữa là ba cái em đi rồi nè. 18 phút nữa là được ba cái nè. Là đang tước rồi các bạn nhé. Tước là quay xã sát đấy. Quay đúng là quay quay thì không nói chuyện đúng là ngoài không nghĩ đấy. Nhưng máy anh thì em không tải được, không chịu được. Ồ, đi rồi còn. Sơn đấy. Sơn đấy chứ. Sơn đang rán bánh nhà bà. Đang rán bánh.